$5. Turn right to stay on Kevin McDonald. ما وارد یه جزیره شدیم و از این جزیره داریم میریم توی یه جزیره دیگه، یه قسمت دیگه، یعنی دوتا قسمته. In 200 meters, turn right onto Avenue Pierre de Bay, Pont de la Concorde. In 600 meters, at the roundabout, take the second. Head east on Avenue Pierre de Bay, Pont des Isles towards Circuit Gilles Villeneuve. In 300 meters, turn right onto Circuit Gilles. روزتون بخیر. روز 22 سفره، هنوز تو مونترال هستیم. میخوایم بریم یه جای باحال رو ببینیم، یه سری از قسمت جاهای از شهر رو ببینیم که خیلی باحاله. بذاریم به روی نقشه بهتون نشون بدم. این نقشه مونترالیه. ما الان اینجا هستیم دم کازینوی مونترال. میخوایم بریم این دوتا جزیره رو به صورت کامل پیاده روی کنیم با هم دیگه و بگردیم. پس با من همراه باشین تو روز 22. اینجا رو برای المپیک ساختن، خیلی ها دارن دوچرخه سواری میکنن تو این مسیر. یه ببینیم به صورت خیلی حرفه‌ای و اونورترش هم دارن کایاک تیمی فکر کنم اگه اشتباه خیلی جالب است. این ساختمونم که گفتم ساختمونه، یعنی کازینو مونترال. بریم یه دوری بزنیم ببینیم دیگه چی رو میگه. صورت حرفه‌ای دارم ارزش رو کنم
بریم ببینیم میتونیم فیلم بگیریم. تاریک معلوم نیستم نمیشه فیلم گرفت، ولی یه قسمتی هم که خالیه و پشتم مشخصه، گفتم همینجور که از خودم میگیرم شما هم ببینید. داخل کازینو یه قسمتش حالا هر جا شد قایمکی فیلم میگیرم. بریم داخل کازینو. خب زیاد نمیشد ویدیو گرفت، هم تقریبا کم کم داشت شلوغ میشد، همین که اجازه نداشتیم زیاد ویدیو بگیم، ولی یه چند تا ویدیو کوچیک گرفتم. بریم بقیه این جزیره رو با هم دیگه ببینیم. عینک جدید گرفتم راست. خب تصمیم گرفتم مثل خیلی از شهرونده و توریستایی که میان اینجا یه دونه اون دوچرخه‌ای که این پشت هست رو بگیرم و هم توی این منطقه هم توی پیست دوچرخه سواری و کلی جای دیدنی و قرار با هم با دوچرخه بریم بچرخیم. با من همراه باشین تو ادامه روز 22. اینجا باید بگیریمش با اپلیکیشن رو اوکیش کنیم و بزنیم بریم یه دوری بزنیم با این دو چرخم. مسیر رو اول باید یاد بگیرم چجوریه. بعد دارن تظاهرات میکنن خواب این پر نمیشه رفت. بریم یه سمت دیگه یه دور بزنم به یه جای خوبی. خب ما الان چیم پیسته هستیم که از بیرون نشیمه چپ ببینی معلوم نیست میگیرم جز خیلی وقت بود دوچرخه سواری نکرده بودم. خیلی جالبه بدونین که این پیستی که من الان توش هستم و خط شروعش این پشته فقط برای دوچرخه سواری نیست، متوجهم پیست رالی و فرمولبان هم بوده و کلی حالا این پشت من این بر اینا همش جایگاه و جاهایی که برای این پیست رو درست کردن
بریم یه ذره یه دور بزنیم و بریم جاهای دیگه دیدنی اینجا رو ببینیم. چه همه جایگاهی که افراد میشین تمام شد. بارون هم داره میاد ولی بارونش بارون نیستش که موندگار باشه، به قیافش چه بخوره. حالا الان ما بریم ببینیم چی میشه. دریاچه و جلو هم میبینی این جایگاه هایی که تماشا چی همشه، یعنی انتهای پیسته. همه با اومد بریم ببینیم دیگه کجا رو میتونیم ببینیم. گفتم اینجا بایستم یه ویدیو بگیرم نگاه. چقدر باشه ساختم خیلی خوش حالا اگه بشه دارم میرم سمتش. بریم ادامه بدیم. خب اینجا هم یه موزهیه که مربوط به محیط زیست و انوایرمنت. بریم ببینیم چه شکلیه. خیلی ساختمان زیست معماری خیلی زیبایی داره، مثل کره زمینه، مثل کره هست که بست شده. این نزدیکتر اون نیده هایی که برام بست شده این شکل زیبا رو به وجود آورده. به اینجا هم یک سری تابلوه هایی که مربوط به محیط زیست و انوایرمنت. خب متاسفانه داخلش باید از قبل تیکت میگرفتیم و زمان زیادی میبرد که توش بخوایم بریم و یه سری چیزای باحال داشت ولی متاسفانه نشد بریم داخل و اینکه یه سری جا هم نمیشد ویدیو گرفت. به خاطر همین تصمیم گرفتم تا همینجا ببینیم و به مسیرمون ادامه بدیم. کلی جای باحال دیگه هست، بریم که داشته باشیم. این کیلومتر با اون دو چرخ ها اومده. برم مترو این سری میخوام این الکترونیکی ها بردارم با الکترونیکی ها. دو چرخ های الکترونیکیش مثل همون دو چرخ های پدالیشه ولی بقیه دیگه الکترونیکه راحت داره. خیلی خسته شده هم پنی کیلومتر توقع نداشتن از سخوشی. بریم ببینیم چیز دیگه. اینجا هم انتهای این قسمت هست. این جزیره یه درست کردن یه میزون زیباه و پشتش هم شهر نمایی از شهر بکنه. بریم تو مسیرمون ببینیم چی دیدم. این
همون پل فلزی هست که امروز ماشین ازش رد شد و امروز هم ازش گذشته کنم. دیروز بوده امروز. از روی پل داریم و دوچرخه رد خیلی تکون میخوره ماشین تدوش. بریم ادامه بدیم. دوچرخه سواری رو داره. شما هر جایی بخواین تو این شهر بریم و دوچرخه میتونیم تو راه هست.
بعد یه دوچرخه سواری خیلی پرماجرا رسیدم به مرکز شهر و گفتم بذار راه برم در طول روز یه ویدیویی هم بگیرم و بعد ببینیم کجاها رو میبینیم و امشبم میمونم تو همین شهر و بعدش فردا صبح ادامه میدیم سمت کبک سیتی. با من همراه باشید. خب آخرین لوکیشنی که جایی که میخوایم با هم دیگه بریم ببینیم یه جای خیلی خفن و جالب و جذابه که یکی از آشنا معرفی کرد و اونم یه کلیسای که کوچیک شده یه واتیکانیه که کلیسای واتیکانیه که معروف و همه میشناسن. این کوچیک شده شه و همه چی به صورت کوچیک شده اش درمده. با من همراه باشین تو آخرین لوکیشن امروز توی شهر مونترال. قشنگترین کلیساهایی که توی شهر وجود داره، توی شهر مونترال. بریم داخلش رو با هم دیگه ببینیم. خب یه ذره آرومتر از حد معمول صحبت میکنم. رفتیم تو که مزاحم کسی نشیم. بریم از اینجا شروع کنیم. تمام طرها، تمام شکل و ظاهر اینجا شبیه واتیکان ساخته شده. اینجا اون کافی که گناه هاشون رو میگه که رو دیوار میبینین نمونه واتیکان هستش. اینجا نمونه کوچیک واتیکان هست، کوچولوش بود. It was very special to find out.
قسمت پشتیه. بنای زیبایی که ساخته. یه اتاق جالبه دیگه که تو این کلیسا هست، جایی که اسقفای اعظم قبلی رو که فوت میکنن نگه میدارن، که این اصلی است برای سال 1799 و رو دیوار چپ و راست میبینین که افرادی هایی که تو سال مختلف این اتاق رو برای اون رو ساختم. و در کنارش یه خورده این مرتر جاییه که برای خانم ها یا همون خانمایی که توی دوران های مختلف خواهران روحانی بودن که اینجا فعالیت داشتن، هم اتاق شد اینجاست. و اینم در خروج. خب بریم داخل اینجا نها کنیم. همه اینکه بریم آب مقدسه که توی صدف های خوشگلی مثل God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the air and over every living thing that moves upon the earth." God saw everything that he made, and indeed, it was very good. The word of the Lord. کنم این جلوتر دیگه نمیشه چون مدرسه which binds everything together in
perfect harmony. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful that the word I invite you to please stand for the gospel. And at a certain point, I'm going to say that now we have the honor of witnessing Mark and April's exchange of vows. So that is a cue. So, best man, groomsman, do we want to have another joy? چقدر بزرگی خیلی قشنگ بریم بیرون. امیدوارم که از شهر مونتریال و امروز لذت برده باشیم. تموم شد ویدیوی امروزمون، برم مستقرشم که استراحت کنم بخوابم و فردا ادامه مسیر. خدا پس تا فردا.